فلوید میودر، بوکسر آمریکایی با پیروزی مقابل مانی پاکیائو، حریف فیلیپینیش، برنده گران قیمتترین مسابقه تاریخ بوکس شد. در این مسابقه که در شهر لاس وگاس آمریکا برگزار شد، دو داور با امتیاز 118 به 112 و داور سوم با امتیاز 118 به 110 به پیروزی میودر رأی دادند. میودر در که 38 ساله است با این پیروزی علاوه بر این که دست کم 180 میلیون دلار به جیب زد، توانست رکورد شکست ناپذیریش در بوکس حرفه‌ای را حفظ کند و 48مین پیروزیش را به دست آورد. بردیا خان محمدی، کارشناس بوکس از دانمارک، با ماست. آقای خان محمدی، این مسابقه را از نظر فنی چطور دیدید؟ خصوصا اگر از شیوه بازی و همینطور وضعیت مبارزه میودر شروع بکنیم. درود میگم به شما و بینندگان محترم. باید بگم که این یکی از بهترین و زیباترین بازی های بوکس قرن بود. اینجا فلوید میودر بسیار بسیار عالی بازی کرد. همونطور که من حدش رو میزدم خیلی روی بازی سوار بود، کنترل خیلی خوبی داشت، دفاع خیلی عالی داشت. ایشون الان با این بردش تونست به از 3 تا سازمان بزرگ بوکس جهانی به نام WBA، WBO و WBC کمربندشون رو دریافت کنه و تو کارنامه‌اش داشته باشه. ایشون در راند اول تا سوم خیلی خیلی خوب کنترل کرد بازی را و سرعت پاکیو را بسیار کاهش داد تو این بازی و میتونیم بگیم که کاملا فلوید میودر مسلط رو بازی بود و بازی ها دست خودش داشت و راستای بسیار خوبی زد. ایشون در رینگ کاملا جابجایی بسیار فلکسیبل بسیار و انعطاف پذیری بسیار بالایی داشت و خیلی به نظر من عالی بازی کرد. البته پاکیائو خب البته ناک اوت نشد. امتیازات رو هم که نگاه میکنیم 118 به 112 یا حالا بر اساس رأی یکی از داورا 118 به 110. کمی درباره مبارزه پاکیائو بگید. بله، مبارزه پاکیائو، در رابطه با پاکیائو باید بگم که ایشون به خاطر اینکه با فلوید میودر روبرو میشد و استرس از این بازی داشت و میدونست ایشون خیلی باهوش و با استعداد و با هوش و خیلی زیرک هستن توی بازی، سرعتش رو بسیار کاهش داد. خیلی سرعتش اومد پایین نسبت به بازی ها قبلش. اگر شما مشاهده کنید میبینید که سرعتش خیلی کمتر شده بود و خیلی با احتیاط ضربه میزد و پاکیائو توی این بازی فقط 19% از ضرباتش به هدف نشست، در صورتی که خیلی از ضرباتش هوا را شکافت فقط. و باز میتونم بگم که اینجا پاکیوان خیلی خوب بازی کرد ولی در مقایسه با فلوید میودر کم بود. متشکرم. سپاسگزارم از بردیا خان محمدی، کارشناس بوکس از کوپنهاگ دانمارک. با ما سال گذشته